سلام، قسمت 8 مرده خوری به خونه هاتون اومدیم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. دم همتون گرم. بریم سراغ اخبار. گفتم 8 یاد علی کریمی افتادم. آقای علی کریمی بیچاره بنده خدا اومده این بازیکن بیچاره بدبخت این همه تیمای بزرگ رفته بازی کرده اومدن ممنوع خروج کردن. حالا چرا این استیلازین آقا این چی بوده پولش ندادن؟ پول مالیات. مالیات بدبخت خوردن داره قرمونت بنم. بنده خدا بایر مونیخ بازی کرده اون تیمای عربی. خدایش بازیکن خوبیه، دمش گرم، ولی پول اینو بدیم بنده خدا بره دیگه. جام باشگاه آسیا، فکر کنم یکی از مهمترین بازی‌های آسیایی جام باشگاه آسیا باشه. تو این سری بازی‌ها این هفته استقلال آقا باخت 1-0، چه گل مسخره‌ام رحمتی خورد. اون یکی بازی هم بازی فولاد بود، فولاد دمش گرم برد، تراکتورسازی مساوی کرد، سپاهان هم توی بازی حساس و قشنگ بازیشو برد. تو این وضعیت تو این جدولایی که داریم سپاهان و فولاد و تراکتور فعلا جایگاهشون اوکی، ولی استقلال چی آقا آخره، ولی اب نداره، وقت برای برگشتن هست. ان شاءالله که همشو جوبه کنن. بریم گلای این بازی‌ها رو ببینیم. برگردیم. کیا عالی میبینه این بعد سوکای از همون جا رفته دروازه، توی دروازه، توی دروازه گل سوم. دو تا لژیونر داریم. البته لژیونر اونایی هن که ایرانی هن میرن خارج، اینا دو رگه هن. آقای دژاگه اش کنه، دژاگه و مسعود شجاعی. اون که رگ زیاد داره. اون لحاظ میگه بله یه رگه. مسعود شجاعی یه رگه، دژاگه دو رگه. آقا اینا گل کاشتن این هفته. مسعود شجاعی دو تا گل زده. خیلی هم قشنگ یه پاس گل سانت خفنم کرده. دژاگه هم که آقا دقیقه 60 مربی آوردش تو بازی. یه گل زد تیمش، همون یه گل یکیش برد. یعنی دیگه کولاک جفتشون دمشون گرم. بریم این دو تا گل رو، این سه چهار تا گل رو ببینیم و برگردیم. I think now we're seeing the formation that maybe he should have started. But... Arnold Webb happy enough with it to Xhaka. Goes for it and scores. آقا سبد بازی‌های قرعه کشی جام ملت‌های آسیا اعلام شد. این سبد چه؟ مثلا سبد 1 یا سید 1 ایران و ژاپن و استرالیا و ازبکستان. حالا تصاویرش هم که دارین اینجا می‌بینید، البته من تو لپ‌تاپ می‌بینم، شما این پشت سر می‌بینید. یعنی اینکه آقا ایران با استرالیا و ژاپن و ازبکستان همگروه نخواهد شد. حالا با چه تیمایی ممکنه بشه؟ سبد دوم کره جنوبی، اردن، عربستان، امارات با یکی از اینا خواهد شد. سبد سوم قطر، عراق، چین، عمان، سبد چهارم بحرین، کره شمالی، کویت، قهرمان چنج کبابه؟ چلنج کاپه. و حالا همه اینا که دارین اینجا می‌بینین البته، ولی حالا اینا هر سبد یه دونه انتخاب میشه میره توی گروه. ان شاءالله اگه زنده بودیم ما تو برنامه‌های آینده، اگه قرعه کشی انجام شد، خدمتتون این گروه بندی‌ها رو اعلام خواهیم کرد. بریم سراغ اخبار بعدی. مهمون این هفتمون کسی نیست جز آقای سید مهدی رحمتی. سلام علیکم. با سلام و رحمت خدا بر من و برنامه‌تون. دست شما درد نکنی که وقتتون در اختیار برنامه گوشی. یه چند سوال داریم اگه اجازه بدین ازتون بپرسم. بفهم. سوال اول ما در مورد این بازی آخرتونه که تو استقلال این گل بی‌مزه و مسخره و مفت خوردیم. می‌خواستم یه توضیح بدین که چی شو از شما بعید واقعا این گل خوردین. من اولا خیلی ناراحت شدم که شما نیمه خالی لیوانو دارین نگاه می‌کنین. بله. حالا نیمه خالی هم نگاه می‌کنین، به خالی‌ترین نیمه لیوان دارین نگاه. بله. نکته دوم، فکر کردی من خوشحالم؟ منم ناراحتم. نکته سوم، شاید کسی ندونه ولی بچه من اون روز مریض بود، به بیمارستان سوانه سوختگی رفته بود به خاطر تجدید آمپول کزاز که سگ همسایه بچه منو گاز گرفته بود و من تمرکز نداشتم و این عدم تمرکز باعث این اتفاق شد. خیلی قرقاتی شد. حالا یه مسائلی هم هست که شما داشتی با سایت یاهو، ظاهرا یه دعوا، این هم یه توضیحی برای ما بدین که چی بوده اصلا این مسئله. سایت مزخرف یاهو با حرکات جلف خودشون ایرانی و ایرانیت، اسلام و اسلامیت، علل خصوص شیعه و شیعیان رو به مسخره گرفت با نشون دادن حرکت من و تحلیل مزخرفشون و من جواب
سایت یاهو رو در سایت وزین و شکیل خودم که هومپیج بسیاری از ایرانیانه دادم، گفتم خدا مصلحت دیده که من اون گل رو به این شکل به همون مزخرفی بخورم و منم که به عنوان سرباز امام زمان در راه خدا هستم، منم وظیفه‌ام بوده که اون گل رو بخورم. خیلی خب، بارو از این بحث بگذاریم. سوال بعدیمون در مورد یه بحثی بود که هفته پیش ما اتفاقا با دوستتون آقای دانیال داوری داشتیم که ایشون گفتن مثل که کفشاشون رو میدن شما واکس بزنی، یا اصلا کفشم نمیده. یه صحبت بکنیم میونتون مثل که با آقای دانیال داوری زیاد خوبی هم نیست. ببین دو حالت داره، یا خدای هست یا خدای نیست. اگه خدای نیست که خب همه چی پوچو داریم میرسون، بیا من کفش همه رو واکس بزن. اما اگه خدایی هست، اون بالا هست، ازش میخوام. ببین من 8 سال جنگ تعمیری نرفتم چون جوون بودم نمیتونستم برم، ولی تو استقلال که جنگیدم، بعد اینکه تیم تاج تبدیل شد به استقلال بعد از انقلاب، 8 سال توپ گرفتم برای مملکت، جنگیدم مثل عقاب وایسادم تو دروازه. مرسی هم اومدی ناموس دروازه ایرانم من. خب از همون خدا که اون بالاست میخوام که بزنه تو کمره اون آقای داوری، کمرش نشد هر دو دستش اومد، باشد که کافران همه نابود شدن. ولی مسئله که الان پیش اومده که سوال بعدی ما هم هست اینه که شما اصلا کلا به تیم ملی چند وقت کلا دعوت نمیشین، یعنی نمیدونم مثل که ظاهرا مسئله شما پیچیده از این مسئله یا با مسئله دعوت نشدن من اینه که آقای کیروش با مذهب من مشکل داره. مذهب شما؟ بله، من در بازی ها خب همینطور که میدونین مسلمان وقتی اذان میگن کاری مهمتر از نماز نیست. مهدی بیا نماز الان میام. کاری مهمتر از نماز نیست. من وقتی که باید نماز بخونم میخونم و این برای تیم، خب فرض کن یه نماز توی عصر خب 4 رکعته، خب این 4 رکعت برای من 4 رکعته، برای تیم 4 تا گله. اینجوری معنی نیست. یعنی شما وسط بازی یا میری نماز؟ 100%. خب وسط پنالتی آخر هم باشه میرم سر نماز. من اگه تیم شیر پاستوریزه هم داشته باشم شما رو نمیارم، این وسط بازی که آدم نمیره نماز. نتیجه شو تو اون دنیا میبینی. ولی من تو این دنیا نماز هم میخونم. حالا آقای داوری هم بذاره جای من 8 تا میخوره، ما نماز بینیم 4 تا میخوره، باز میارد. آها، حالا اینقدر شما نماز میکنیم، ما یه سری از عکس ها از شما دیدیم که شما دستتون رو گذاشتین اونجا که نماز بذارین و یه حرکت های بی‌تربیتی انجام دادین، یه حالت فوشی به تماشاگرا بوده یا یه بازی کنی، من نمیدونم. اونم یه توضیح بدین که چی بوده. اصلا همچین چیزی نبوده. یه آقایی که من اسمشو نمیخوام بیارم یه فوشی دادن به من. بله. من تجربه پیدا کردم کسانی که به من فوش میدن سری به عورت من شوت میزن. من سری دستو بردم رو گارد. خب؟ آها. برای اینکه من میخوام بچه دار شم، من خدا دو تا پسر میخوام و سه تا دختر. شاین جون من حالا که با هم رفیق شدیم، من خیلی هم از وسایل ضد بارداری اصلا اعتقاد ندارم، چون من واقعا بچه میخوام و تمام هر کاری لازم باشه برای بعد مسائل خصوصی تو نمیشن، ولی اون حالتی که شما گرفتی حالت فوش، حالت من بهترتون میدم گارد فوش نبوده. نخیر، خیلی خوب، خیلی ممنونم که وقت و دخل منو گذاشتی. امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش باشی. خواهش میکنم و تمام طرفدارانم هم میبوسم و میدونن که همه میدونن که من عقاب دروازه ایرانم و شکی هم توش نیست. مرسی، ممنونم، امیدوارم که دفعه دیگه هم مزاحمتون بشم. حتما. خداحافظ. آقا ریوالدو از فوتبال خداحافظی کرده، این خیلی خبر مهمیه. من بچه بودم عاشق ریوالدو بودم. آقا یک دریبای میزنه چپا، نمیدونم رونالدوی نه ریوالدوی دریب میکنه برگردونه میزنه، خیلی خفن. از فوتبال خداحافظی کرده. تیمایی که بازی کرده میدونیم دیگه، بارسلونا بوده، یه مدت آس میلان بوده، این تیمای معروف بوده. تیمی که ازش خداحافظی کرده میگومیریم. هر کی از این بازیکن برزیلی میخواد خداحافظی کنه یه دور میره تو میگومیریم. حالا این از این تیم خداحافظی کرده، ان شاءالله که هر جا هست خوب و خوش و سلامت باشه. مثلا اینکه میگن میرن. آره اونم گفته رفته دیگه. بازی‌های چمپیونز لیگ فکر کنم که مثل همون که چمپیونز لیگ آسیا باشه که مهمترینه، اینا هم تو اروپا هم مهمترین بازی همین چمپیونز لیگ. آقا یه سری بازی‌ها انجام شده، من یه لیستی تهیه کردم. اگه آقای کاریان لیست ما بدی دست شما در نکنه. بله. بارسلونا آقا 4-1 منسیتی رو برده تو جمع دوتا بازی، این که دارم میگم جمع بازی رفت و برگشته. پس بارسلونا میره محله بعد. میلان و اتلتیکو مادرید، اتلتیکو 5-1 هم میلان برده، باز میگم جمع دوتا بازیه. بایرن با پاریس سن ژرمن 6-1 پاریس سن ژرمن رفته محله بعدی.
آرسنال هم 3-1 به بایر مونیخ باخته. بایر مونیخ هم رفته محله بعدی. این 4 تا تیمی که رفتن محله بعدی. حالا یه 4 تا بازی دیگه هم تیوزدی سه شنبه و بنزی هم چهارشنبه هستش. پاریس سن ژرمن نجات سگره. اون جرمن شپرده. فابریگاس. And look to throw it on the counter attack, and that's what this is. Wonderful dinked ball to the far post. It's a very, very good header. Still got a bit to do. Gabby in by Koke, a goal! It's that man again. Franck Ribery into Bastian Schweinsteiger. Papillon, خوب این گندیده. برو بعدی. آقا یه سری عکس براتون انتخاب کردم که روشون صحبت کنیم. عکس اول در مورد تفاوت‌های مسی با رونالدو. مسی 4 تا توپ داره. رونالدو 2 تا توپ داره با دو تا. میشه بریم عکس بعدی؟ نه، همینجا میمونیم تا تکلیفمون معلوم شه. عکسه خود مورد داره حقیقتش. مورد چی داره؟ هیچی. آقا مسی 4 تا توپ داره. رونالدو 2 تا توپ داره با یه زن خوشگل. همین. کدوم بهتره؟ زن خوشگل. همین. عکس بعدی مرسی. عکس بعدی در مورد جامپ یا دایوینگی که آقا روبن تو بازی قبلی کرده. این چی بوده؟ نمیدونم حالا آشنا هستین با حرکت دایوینگ مال استخر البته، ولی بعضی هم تو فوتبال مثلا یارو تکل یه ذره میاد یا دایوینگ میزنه 6 متر. الان اگه نگاه کنین اینجا عجب بابا ویوی هم داره. این روبن آقا پریده بالا انگار مثلا یا امام زمان مثلا چقدر پریده بالا. حالا پنالتی هم میگیرن نمیگیرن، ولی در اصل این عکس در مورد اونه دیگه. اینم دیدین بازی آرسنال، آرسنال و بایر مونیخ بود دیگه. اینو نگفتم؟ آره پریده، همه چی میپره. تو این عکس رو بندر انزلیه. آره این عکس رو بندر انزلیه. آقا یه عکس قدیمی داریم از علی دایی. این علی دایی آقا ما دیگه اگه میگفت هد میزدن میگفتیم باشه، شوت میزنم باشه، اصلا بگو داوره میگه. آقا خوانندگی آقا. هر چیزی برازندگی میخواد. مثلا من نمیدونم یکی مثلا فکر کنین یه بلا نسبت بلا به دور یه پا نداشته باشه بعد بگیم مثلا میخوام فوتبالیست بشم. آخه نمیشه خوانندگی گل بودن. حالا یه آلبوم هم مثل که دایرن داده چی بوده؟ مثل که اسم آلبوم هست گل بود و به سبد هم آلاسته شد. آخه نکن این کارا داداش من، ولی هم نداره. ما علی دایی رو خیلی دوست داریم، آقای گل جهان هر جا هست ان شاءالله که سلامت باشه. آقا یه بچه‌ای ما نشوندیم سیاپوس هفته پیش، این انگ زدن به ما که ما ریسیستیم. به خدا نه، یه خانمی هست به نام خانم باران تشنه آقا شاکی شده که حالا من کامنتش دقیقا یادم نیست، میشه که آقا مگه تو از سیاه خاطره بد داری بیشرف؟ ها؟ بدبخت. ما خاطره بد نم. یا مثلا یکی از دوستای دیگه همون کیوان نوشته که آقا اینقدر مثلا نجات پرستی میشه. آقا من خواهش میکنم از بیننده ها که این برنامه رو به عنوان یه برنامه طنز ببینن. ما نه قصد توهین داریم. الان همین استودیو پشت سر ما هست. اینا من رفیقای سیاپوستم میدن تمیز کنم. به خدا اصلا همه رفیقای من سیاپوستن. همشون من رو سر اصلا سیاپوست میذارم رو سر کارگردان. هر کاری دوست داره بکنه. کارگردان اصلا یکی دو روز میدیم بهش ببره. اصلا این سورت میتونه. بله من حالا از بیننده ها خواهش میکنم که این برنامه رو به صورت یه برنامه تفریحی نگاه کنن و ما اگه با شخص توهین نمیکنیم، ما واقعا داریم شوخی میکنیم. همون مثلا نمیدونم مهمونای برنامه این همه جنبه طنز داره. امیدوارم که کسی دلگیر نشه. یه تشکرم میخوام بکنم از کسایی که برنامه ما رو شیر میکنن و دستشون درد نکنه. یه بخش دیگه به برنامه‌مون اضافه کردیم که کسایی رو که برنامه ما رو تو پیجشون شیر میکنن اسمشون رو براشون میاریم. مثلا یه دوست داشتیم به نام علی پاک. حالا علی پاک علی پک چی بود؟ بله دوست خیلی خوبه ما. یه مسیجی هم به ما زده بود اتفاقا که هیچی دوش ننوشته، فقط یه مسیج زده بود که آره همین اسم شما اسمش علی پاک. هر کی هم حمایت کنه ما خوشحال میشیم. دستشون درد نکنه. یه تشکر دیگه هم میکنم از پیجایی که هم ما حمایت میکنن. اسمای اونا هم که در آخر برنامه خواهید دید. مواظب خودتون باشین. دم عیده. به خودتون صدمه نزنین. همونجوری که گفتم از اینجا دست یارو قطع شد تو چهارشنبه سوری. خلاصه خلامصب اینقدر واسه خودتون دردسر ایجاد نکنین. مواظب خودتون باشین. آتیش هم میپرین یه خود بلندتر بپرین که جایتون نسوزه. دم همتون گرم. تا هفته دیگه خدا بزنمت.